این قسمت از سری زندگی قولها میریم سراغ زندگی یکی از بزرگترین دانشمندان دنیا که شخصیت مورد علاقه خودم هم هست ماریکوری زنی که با وجود تمام محدودیت‌ها و تبعیض‌های جنسیتی که وجود داشت تونست به جاهایی برسه که هیچ مردی نتونسته بود اولین دانشمندی که تونست تو دو تا رشته مختلف جایزه نوبل بگیره یعنی فیزیک و شیمی داستان زندگی سخت و پرفراز و نشیب این انسان بزرگ و با هم بررسی می‌کنیم و سعی می‌کنیم چیزهای مفیدی ازش یاد بگیریم پس تا آخر ویدیو با من باشید سال 1867 تو شهر ورشو لهستان پنجمین بچه یه زوج معلم به دنیا اومد به نام ماریا اسکلودوفسکا. خانوادهش وضعیت مالی مناسبی نداشتند، زندگی سختی داشتند. اما با این حال از همون بچگی توی یه محیط علمی و آموزشی بزرگ شد. تو ده سالگی مادرش رو از دست داد که ضربه روحی بزرگی بهش زد. تو همین سن وارد مدرسه شبانه روزی شد و چند سال بعد با نمرات عالی تمومش کرد. به خاطر زن بودنش اجازه نداشت وارد دانشگاه بشه. برای همین با یکی از خواهراش توی دانشگاه فلایینگ سبتنام کرد که یه دانشگاه زیرزمینی بود مخصوص افرادی که امکان تحصیل تو دانشگاه‌های عادی رو نداشتن. برای تأمین هزینه‌های زندگیش مجبور شد کنار تحصیلاتش معلم سرخونه باشه. تو یکی از همین خونه‌ها با پسر خانواده به هم علاقمند شدن اما چون ماریا از یه خانواده فقیر بود خانواده پسره با ازدواجشون موافقت نکردند. تو این دوره از زندگیش به خاطر علاقه ای که به وطنش لهستان داشت که اون زمان تحت تسلط روسا بود با گروه های مخفی که فعالیت‌های ضد روسی داشتن همکاری می‌کرد. تا حدود 24 سالگی به همین شغل معلمی ادامه داد و تحصیلاتش رو تموم کرد و وارد یه آزمایشگاه شیمی شد. خواهرش که قبلا رفته بود فرانسه و اونجا ازدواج کرده بود بهش پیشنهاد کرد که اونم بره اونجا. اولش به خاطر مشکلات مالی قبول نکرد اما سال بعد که یه مقدار اوضاش بهتر شد اونم رفت پاریس خونه خواهرش بعدش تونست وارد دانشگاه پاریس بشه یه مدت بعد یه اتاق کوچیک برای خودش اجاره کرد و با فقر شدید زندگی می‌کرد اما علاقش به علم به حدی بود که هیچ سختی نمیتونست جلوشو بگیره برای تامین هزینه هاش، کنار درسش معلمی هم می‌کرد. تا اینکه توی سن 26 سالگی مدرک فیزیکش رو از این دانشگاه گرفت. اینجا برای کار وارد یه آزمایشگاه شد اما تحصیلاتش هم ادامه داد تا اینکه یه سال بعد تونست مدرک شیمی هم بگیره. یکم بعد توسط یه فیزیکدان لهستانی با یه استاد فیزیک به نام پیر کوری آشنا شد. هدف این بود که پیر بتونه امکانات آزمایشگاهی مناسبی در اختیار ماریا قرار بده تا تحقیقاتش رو شروع کنه. اما این آشنایی مسیر زندگی هر دوشون رو عوض کرد. پیر فارغ و تحصیل دانشگاه سوربن بود و داشت تو زمین الکتریسیته و مغناطیس فعالیت میکرد. علاقه شدیدی که هر دوشون به علم داشتن باعث شد روز به روز به هم نزدیکتر بشن تا اینکه سال 1895 وقتی که ماریا 28 ساله بود و پیر 36 ساله با هم ازدواج کردن ماریا که بعد از ورود به فرانسه با اسم ماری شناخته میشد فامیلی شوهرش رو گرفت و معروف شد به ماریکوری که مادام کوری هم بهش میگن این زن و شوهر هیچ اهمیتی به رسم و رسوماتی که رایج بود نمیدادن یه جشن ساده بدون مراسم مذهبی برگزار کردن و یه نکته هم که خیلی معروفه اینه که ماری کوری به جای اینکه از لباس سفید به عنوان لباس عروس استفاده کنه یه لباس تیره خرید تا بدنم بتونه دوباره ازش استفاده کنه با یه اشتیاق شدیدی به کارای آزمایشگاهی خودشون که زیادم به هم مرتبط نبود ادامه میدادن تا اینکه یه اتفاقی باعث شد زندگیشون به طور کامل تغییر کنه همون سالی که ازدواج کردن یه دانشمند آلمانی به نام ویلهلم رونتگن یه پرتو مرموزی کشف کرده بود که قدرت نفوذ بالایی داشت اسمشو گذاشته بود اشعه مجهول یا همون اشعه ایکس این شروع یه سلسله کشفیاتی در مورد پرتوزایی بود یه سال بعد یه دانشمند فرانسوی به نام هانری بکرل زمانی که داشت روی خواص سنگای معدنی حاوی اورانیوم کار میکرد متوجه یه اتفاق عجیبی شد. بکرل تصادفاً یه تیکه از این سنگای معدنی رو کنار یه صفحه عکاسی گذاشته بود که این صفا به نور حساسن یعنی وقتی که نور بهشون تابیده میشه تغییر رنگ میدن که از همین خاصیت برای ثبت عکس توی عکاسی استفاده میشد چند ساعت بعد دید روی صفحه عکاسی لکه به وجود اومده مثل اینکه نور بهش تابیده در صورتی که توی تاریک خونه بود هیچ نوری اونجا نبود اولش متوجه دلیل این اتفاق نشد اما وقتی که با سنگای مختلف تکرارش کرد فهمید که اون سنگایی که مقدار اورانیومشون بیشتره لکه های شدیدتری روی صفحه عکاسی ایجاد میکنند. اینجا به این نتیجه رسید که اورانیوم به صورت خود به خودی پرتوهایی از خودش منتشر میکنه که شباهت زیادی به پرتوهای X دارن که رونتگن قبلا کشف کرده بود. با بررسی بیشتر متوجه شد که یکی از سنگ‌های معدنی اورانیوم به نام پیچ بلند یا اورانینیت نسبت به اون مقدار اورانیومی که داخلش هست خیلی بیشتر داره پرتوزایی میکنه نتیجه اولیه‌ای که گرفت این بود که این نوع سنگ غیر از اورانیوم باید یه نوع ماده ناشناخته دیگه هم داشته باشه که خاصیت پرتوزاییش چند برابر اورانیومه این قضیه رو با ماریکوری که قبلا با استعداد عالیش در زمینه تحقیق و آزمایش آشنا شده بود در میون گذاشت ماری هم موضوع رو به پیر گفت و یه اشتیاق شدیدی تو هر دوشون به وجود اومد برای برای کشف این ماده ناشناخته ای که داخل سنگ پیچ بلند بود طوری که تمام کارهای دیگه‌شون رو ول کردن و روی این موضوع تمرکز کردن با قرض و وام و مشکلات زیاد تونستن یه مقدار از این سنگ تهیه کنن و توی یه آزمایشگاه خیلی ضعیف شروع به ساییدن و جوشوندن این سنگ کردن تا اون ماده ناشناخته رو استخراج کنن همین زمانا بود که اولین بچهشون به دنیا اومد که یه دختر بود به نام ایرن سال 1898 یه عنصر پرتوزای جدید کشف کردن که به افتخار کشور ماریکوری یعنی لهستان که در واقع اسمش پولند هست اسم این عنصر رو گذاشتن پولونیوم چند ما بعد موفق شدن یه عنصر پرتوزای دیگه کشف کنن به نام رادیوم که خواص خیلی شدیدتری نسبت به عناصر قبلی داشت با اینکه کار سخت و سرکار داشتن با مواد شیمیایی پرضرر باعث مشکلات سلامتی زیادی براشون شده بود اما حسابی از کارشون لذت می بردن. طوری که ماریکوری بعدا از اون دوران به عنوان شیرین ترین دوران زندگیش یاد می‌کرد. خلاصه اینکه سال 1902 بعد از پنج سال سعی و تلاش تونستن از حدود یه تن سنگ معدن فقط یک دهم گرم رادیوم ناخالص تهیه کنند. که مثل ستاره داخل لوله‌های آزمایشگاهی می‌درخشید و خواص عجیب غریبی داشت. اون زمان هنوز اثرات مخرب مواد رادیواکتیو روی سلامتی انسان مشخص نشده بود برای همین ماریکوری و شوهرش و بقیه دانشمندا بدون اینکه تجهیزات ایمنی داشته باشن از نزدیک با این مواد سر و کار داشتن حتی معروفه که ماری یه شیشه حاوی رادیوم کنار تختش نگه می‌داشت و از درخششی که داشت لذت می‌برد. ماری و پیر با اینکه میتونستن از این کشف پول خیلی زیادی به دست بیارن این کار رو نکردن تا بقیه بتونن از فواید این اکتشاف به صورت رایگان استفاده کنن همین نشون میده که دنبال شهرت یا ثروت نبودن دنبال علم واقعی و خدمت به بشر بودند. حتی بعد از موفقیت بزرگی که بعدها به دست آوردن از خیلی از جوایز و مدالهایی که بهشون داده میشد چشپوشی میکردن تنها درخواستی که از دانشگاه‌ها و دولت ها داشتن این بود که آزمایشگاه های بزرگتر و مجهزتری بهشون داده بشه تا بتونن تحقیقاتشون رو بهتر و سریعتر انجام بدن خیلی از موادی که با زحمت زیاد به دست می آوردن هم به صورت رایگان اهدا کردن به بیمارستان و مراکز علمی تا تو زمین مختلف استفاده بشه سال بعدش به خاطر کشفیاتی که در زمینه رادیو داشتن به طور مشترک با هانری بکرل ستایی برنده جایزه نوبل فیزیک شدند. البته اولش به خاطر تبعیض جنسیتی که وجود داشت قرار بود این جایزه فقط به پیرکوری و هانری بکرل داده بشه اما پیر وقتی که فهمید شدیدا مخالفت کرد و در نهایت باعث شد ماری هم جزو برنده اعلام بشه خیلی جالبه با اینکه اصل کارو اون انجام داده بود فقط به خاطر زن بودنش میخواستن کنار بزننش خلاصه اینکه اینجا ماری کوری شد اولین زن برنده جایزه نوبل از پولی که از این جایزه به دست آوردن تونستن قرضاشون رو بدن و تجهیزات بهتری تهیه کنن سال 1904 دومین بچهشون به دنیا اومد که یه دختر دیگه بود به نام ایو زن زندگیشون رونقی گرفته بود و کنار هم خوشحال بودن اما متاسفانه این وضعیت زیاد دوام نیاورد. دو سال بعد وقتی که ماری 39 سالش بود پیر توی یه تصادف خیابونی کشته شد. این اتفاق ضربه خیلی بزرگی به ماری زد و باعث ناراحتی و افسردگی شدیدی شد. بزرگترین حامی خودش از دست داده بود. کسی که چندین سال کنار هم با سختی زیاد اما علاقه شدید تحقیق و آزمایش میکردن و رویاهاشون رو دنبال میکردن اما با این حال این ضربه بزرگم نتونست ماری رو متوقف کنه دوباره به آزمایشگاه برگشت و کارش رو ادامه داد بعد از حدود چهار سال تونست برای اولین بار رادیوم خالص رو به دست بیاره این کار به اضافه موفقیت‌های قبلیش باعث شد که سال 1911 دومین جایزه نوبل خودش رو تو رشته شیمی بگیره و تبدیل بشه به اولین انسانی که دو تا جایزه نوبل تو دو تا رشته مختلف گرفته. نتیجه این جایزه این بود که مغزای کوچیک و دهنای بزرگی که تا قبل از کشته شدن پیرکوری فکر می‌کردن اصل این کشفیات مربوط به اون و زن نمیتونه همچین کارهای علمی بزرگی انجام بده. دهنشون برای همیشه بسته شد. سه سال بعد شروع جنگ جهانی اول باعث شد که فعالیت‌های ماریکوری وارد فاز جدیدی بشه. یکی از کاربردهای مفید رادیواکتیویته عکسبرداری پرتوی ایکس یا رادیولوژی بود که مخصوصا توی شرایط جنگی کمک خیلی بزرگی به مجروبههای جنگی میکرد برای کارهایی مثل مشخص کردن محل گلوله تو بدن سربازها یا محل شکستگیها با شروع جنگ ماری از آزمایشگاهش بیرون اومد و شروع کرد به ساختن واحدای سیار رادیولوژی که میشد با ماشین جابجاشون کرد و رسون به بیمارستانهای صحرایی دخترش ایرن تو این زمینه دستیارش بود حدود 200 تا زن دیگه هم آموزش داد برای این کار حتی خودش هم رانندگی بعضی از این واحدهای سیار رو به عهده گرفت غیر از رادیولوژی روش‌های دیگه هم برای ضد عفونی کردن زخم سربازا با استفاده از رادیوم ابدا کرد که مجموع این کارا باعث نجات جون میلیون سرباز شد حتی مدالا و جوایزش رو به نفع جنگ اهدا کرد و کمک‌های مالی زیادی هم به دولت فرانسه کرد بعد از تموم شدن جنگ همچنان به تحقیقاتش روی رادیوم و پرتوزایی ادامه داد مدالا و نشان‌های زیادی از کشورهای مختلف دریافت کرد ریاست چند تا مؤسسه بهش پیشنهاد شد در کل به عنوان یه دانشمند معتبر و انسان بزرگ تو کل دنیا شناخته شد تا اینکه در نهایت سال 1934 تو سن 67 سالگی بعد از یه عمر رنج و سختی و کمک به انسان از دنیا رفت دلیل مرگش کمخونی آپلاستیک گفته میشه که به خاطر پرتوهای مزری بود که از مواد پرتوزا به بدنش رسیده بود جسدش رو اول تو شهر سو تو جنوب پاریس کنار شوهرش دفن کردن اما سال 1995 بعد از 60 سال به خاطر خدماتی که به بشریت کرده بودن هر رو منتقل کردن به معبد پانتئون پاریس که محل دفن خیلی از بزرگان فرانسه است. بقایای جسد ماریکوری رو توی یه تابوت سربی قرار دادن چون به حدی در معرض پرتوهای رادیواکتیو بوده که گفته میشه استخوناش تا 1500 سال دیگه هم است. حتی دفترچه یادداشتش و مقالاتی که نوشته بود از شدت پرتوزایی داخل محفظه های سربی نگهداری میشن. ویژگی‌های شخصیتی ماریکوری رو از داستان زندگیش کاملا میشه فهمید اما شاید بشه گفت پررنگ ترین ویژگیش این بود که شدیداً به تحقیقاتش پایبند بود هیچ مشکلی نمیتونست از ادامه دادن مسیری که در پیش گرفته بود منصرفش کنه نه مشکلات مادی، نه خانوادگی، نه بیماری نه تعصبات و تهمت که بهش زده میشد کنار این استقامت عجیب ویژگیهایی مثل هوش بالا و علاقه شدید به علمم اضافه کنید نتیجهش میشه یه همچین انسان بزرگی غیر از اینا اعتقاد زیادی به این داشت که کاری که انجام میده باید برای بشریت مفید باشه برای همین بود که هم خودش هم شوهرش خیلی از جوایزی که بهشون پیشنهاد میشد رد میکردن. یا منتقل میکردن به دانشگاه ها و مؤسساتی که براشون کار میکردن یه شخصیت راستگو و محکم داشت که بارها گرفتار افسردگی شد با اینکه خانوادهش مسیحی بودن ولی خودش اعتقادی به مذهب نداشت ندانم بود اینشتین سال 1935 یه سال بعد از مرگ ماریکوری توی جشن یاد بود تو نیویورک عظمت انسانی ماری رو تحسین کرد و گفت که ویژگی‌هایی مثل قدرت و پاکی و فساد ناپذیری و بقیه ویژگی های خوب این شخصیت به ندرت همه با هم توی یه آدم پیدا میشه معروفه که اینشتین در بارش گفته بود احتمالا اون تنها کسیه که ثروت و شهرت نمیتونه فاسدش کنه در کل اینشتین یکی از طرفدارای پروپا قرص ماریکوری بود یکی از اشتباهاتش که البته شاید نشه دقیقا اسمشو اشتباه گذاشت این بود که چند سال بعد از مرگ پیر سال 1911 مشخص شد که با یه فیزیکدان به نام پل رابطه داشته این آدم که از شاگردای پیرکوری بود متعهل بود اما خب رابطه خوبی با زنش نداشت زنش وقتی که فهمید این موضوع رو افشا کرد و باعث شد یه حجمه شدیدی علیه ماریکوری ایجاد بشه محکوم شد به اینکه با یه مرد متعهل وارد رابطه شده و بهش نسبت خونه خراب کن دادن این اتفاق جایزه نوبل دومش رو تحت شها قرار داد حتی ازش خواستن که تو مراسم اهدای جایزه حاضر نشه تا اوضاع یکم آروم بشه اما گوش نکرد و به مراسم رفت اینشتین بعد از این قضیه یه نامه بهش نوشت و حسابی ازش حمایت کرد که این کار تاثیر زیادی داشت توی خوابیدن اون جو نفرتی که ایجاد شده بود این باعث شد رابطه ی دوستانه ی ماریو اینشتین محکمتر از قبل بشه داستان زندگی ماریکوری پر از نکتهایی که برای همه مفیده چه زن چه مرد یه زنی با جسه ریز که جلوی هیچ مشکلی سرخم نکرد با اینکه زندگی زیاد باش مهربون نبود تمام عمرش رو صرف علم کرد و کنارش وظایف مادریش هم خیلی خوب انجام داد اگه این ویدیو رو دوست داشتی لطفا لایک و کامنت یادت نره تا ویدیوی بعدی یادت باشه که بدون هیچ درسی سوال بپرس